جناب مهدوی فر، شما فرمودید که افراد خارج کشور حق دادن فراخوان رو ندارند. اولا که جناب شمیرانی از کره ماه نیومده و یک فرد کاملا ایرانیه و در ساحل امن هم نیست و تمام زندگیش رو پای این جنبش گذاشته. من یک مثال برای شما بزنم. اگر من در حال غرق شدن باشم و جناب شمیرانی جونش رو به خطر بندازه تا منو نجات بده، آیا اون لحظه به نجات فکر میکنم یا میگم که جناب شمیرانی شما خارج کشوری هستی، حق نداری منو نجات بدی؟ پاینده ایران. درود خدمت جناب شمیرانی و درود دارم خدمت هممیهنانم. در مورد صحبت کمپین نب جمهوری اسلامی و مناظره شما با جناب مهدوی فر و جناب آقای جوانمردی، بسیار بجا و قابل تحمل هستش این صحبت شما، چرا که امروز جامعه ایرانی در شرایط بسیار اسفناکی داره زندگی میکنه و به گفته شما جناب شمیرانی دیگه 42 سال همه از درد گفتن. ما دنبال درمانیم، دنبال راهکاریم و به کسانی که با مردم همسو هستن و به هر حال شرایط کشور رو درک میکنن، تمنا داریم که با یک جلسه، یک صحبت به اون مسئله مورد نظری که همه برای ایران هست برسیم و در روز انتصابات و با ساعتی که اعلام شده ساعت 7 بعد از ظهر در جای جای میهن در کف خیابون حاضر بشیم. نه قرار جایی آتیش بزنیم، نه جایی قرار تخریب کنیم، چرا که اینا همه متعلق به مردم ایرانه. تنها چیزی که ما بر علیه حکومت میتونیم اجرا کنیم با بریه هایی که نوشته شده نه به جمهوری اسلامی در کف خیابون حاضر بشیم و رأی خودمون رو به دنیا نشون بدیم. دقیقا دلایلی که شما گفتید من یادمه، در فراخوان قبلی هم 26 اردیبهشت ماه دوره قبل خیلی بجا بودش، منتهای مراتب به هر حال اپوزیسیون صدای ما رو فیلتر کردن و به ارجد ما الان دنبال این هستیم که به یه نقطه مشترک برسیم. ما همه فرزندان ایرانیم و برای ایران واسه برای آب و خاک ایران تلاش میکنیم که به اون مراحل مطلوب برسه و حکومت اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه. تمنا میکنم که از آقای جوانمردی، از آقای مهدوی فر، از منیت ها عبور کنن. ما دنبال فرد پرستی نیستیم، ما دنبال کسی هستیم که راه و مسیر سرنگونی حکومت اسلامی رو به ما نشون بده و همه آگاه بشن از این مسئله و بنا به استراتژی روز انتصابات که حکومت دستش زیر ساطوره و اجازه سرکوب نداره، چرا که اگر قرار سرکوب کنه اون مشروعیتی هم که نداشته از بین خواهد رفت. رسانه های بین المللی حضور دارن و اربابان حکومت اسلامی می دانند که با این اتفاق تمام افرادشون سوختن و دیگر نمی تونن به حکومت ننگینشون ادامه بدن و این روز بسیار بسیار روز مهمیه و بنابه انتصابات قبلی که دوستان مردم رو تشویق به خون نشینی میکنن، سوال بنده اینه که آیا در دورهای قبلی که من خودم عملا فیلم برداری میکردم، تمام شعبات رو رفتم رصد کردم که شعبات همه خالی بودن، اکثریت دیگه شاهد و ناظر این مسئله بودن، آیا اتفاقی افتاد؟ دوره 88 رو یادمونه که بعد از اینکه رئیسشون رو گرفتن دست به اسلحه گرفتن و مردم رو به رگبار بستن، مردم رو کشتن.
آبان 98 4000 از جوانان ایران رو به شهادت رسوندن تنها برای اینکه بمانند. و امروز روزیه که باید همبستگی ایجاد بشه. ایران شرایط خوبی نیست، عملا کشور دست کمونیستا افتاده و به قول جناب شمیرانی اگر مردم این صداها رو نشنوند، اگر مردم سکوت کنن، میرسیم به شهریور 1320 که عملا نیروهای بیگانه وارد شدند و نیروهای مسلحشون حضور دارند و مردم هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و ایران پاره پاره خواهد شد. اگر کسانی که دل در گرو ایران دارن، تمنا میکنم که به یک وجه مشترک برسید، چرا که ما همه منتظریم و شرایط ایران شرایط مطلوبی نیست. مردم همه ناراضی هن. دیگه کوچکترین چیزش اینه که امروز روز برهای تمام کشور قطع میشه برای منافع مزوران حکومت اسلامی و جوابگوی هیچ کسی نیستن و خواهش میکنم که با هم صحبت کنید، به نتیجه برسید و اختیار رو به عهده مردم بگذارید که اگر مردم موافقن با این استراتژی در روز انتصابات همه شرکت کنن، 7 شب با برگه‌های نه به حکومت اسلامی در خیابون حاضر بشن بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد، ما مشروعیت رو به راحتی میتونیم بگیریم و بعد از اون در روزهای متوالی حضور خواهیم داشت که عملا حکومت سقوط خواهد کرد و بعد از اون قرار قراره که روز انتصابات رو به مردم وعده دهید. مشخص اینه که دقیقا خون جوانان ایران رو در این مسیر بیهوده هدر دادید، چون حکومت اسلامی قاصبه، نیروهای مزدور رو برده تو کشور، از سوری، لبنانی، فاطمیون، زینبیون، اینها با پولای کلانی که میگیرن با دستور حکومت کثیف اسلامی دستشون رو به خون مردم آلوده میکنن به راحتی. سپاسگزارم از اینکه صحبت های بنده رو گوش کردید. امیدوارم که همه گروه ها، همه احزاب، همه کسانی که تریبون دارن، رسانه دارن، صدای مردم رو بشنون و خواست مردم رو اجرا کنن. سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. درود و صد درود بر جناب شمیرانی عزیز، درود بر مردم مظلوم ایران. دوستان عزیزان، من ذره ای از موجودیت این خاک پاک هستم به عنوان یک هموطن شما و یک جانباز جنگ، کسی که در این جنگ 8 ساله لطمه خوردم. در صدای جناب شمیرانی صداقت موج میزنه. ایشون فرزند پاک ایرانه. چند لحظه پیش داشتم یکی از وایس هاشو گوش میدادم که آقای جوامردی و آقای مهدوی فر را به دبیت دعوت کرده بود. من برای آقای جوامردی چند بار پیام گذاشتم، دریغ از یک جواب. ولی برای آقای شمیرانی امتحان کنید، یک گل بذارید، یک سوال کنید، یک نقطه بذارید، به شما جواب میده. ببینید با این حجم از پیام هایی که این عزیز ما داره، نشون دهنده اینه که ایشون 24 ساعته در حال مبارزه است، در حال هماهنگیه. اون آقای مهدوی فر که خودشو جانباز میدونه، موقعی که میاد میگه مردم خونه بشینید، چرا دلیل ارائه نمیدی؟ چرا دلیل ارائه نمیدی که در خانه نشستن چه خیری هست؟ آیا واقعا شما اینو نمیدونید که این حکومت خیلی راحت رأی سازی میکنه،
میاد میگه آقا 80%، 50%، 70% مردم شرکت کردن، مگه تا حالا نکرده؟ این که ایشون میاد میگه 7 غروب بیاید، شاید علی‌رغم میل باطنیش، نمیدونم، برابر مسئله ای که ایشون برای خودش، برای حفظ امنیت مردم، شب بشه مردم بیان بیرون. عزیزان، دوستان، بزرگواران، مردم عزیز ایران، واقعا بیرون اومدن با اعضای خانواده کار سختیه. آیا قراره که شما سلاح دست بگیرید؟ آیا قراره که جنگ بکنید؟ آیا قراره کسی فحش بدید؟ ندید، فقط بیاید بیرون، مثل روزهای معمولی که میخواید برید خرید بکنید، بیاید بیرون، همدیگه رو ببینید، در کنار هم قرار بگیرید. موقع که یک جمعیت عظیم میلیونی بیاد بیرون، مردم همدیگه رو میبینن، دلگرم میشن، در کنار همدیگه رو میبینن، همدیگه رو پیدا میکنن برای فردا، برای فرداهای دیگه. در اون لحظه، در اون شرایط، در اون زمان و ثانیه، اتوماتیکوار حرکات بعدی شکل میگیره، زمانها مشخص میشه، مثل یک موج، مثل یک سلول، مثل یک مشخص میشه. من زیاد صحبت نمی کنم، خواهش میکنم عزیزان، بزرگواران، مردم عزیز، سخنم در حال حاضر به اون کسایی که مسخ شدن، من به اون سایبری ها، به اون جنایتکار ها، به اون خودفروخته ها هیچ کاری ندارم، هیچ طرف من اونا نیستن، اونا معلوم الحال هن. ولی روی سخنم به مردم عزیزیه که الان شاید به صورت سرگشته، شاید حیران که نمیدونن با چیکار بکنن، توجه به هیچ چیزی نکنید. شما روز هفته بعد از ظهر، روز انتصابات مسخره سیرک انتخابات، هفته بعد از ظهر اول غروب بیاید بیرون تو خیابون راه برید، به بهانه بستنی خوردن، خرید کردن، بیاید همدیگه رو ببینید، شادی به سراغ شما خواهد آمد، انرژی خواهید گرفت، مطمئن باشید. شما این کار رو انجام بدید، اثراتش رو خواهید دید. پاینده ایران. درود بر شما فرمانده عزیز و گرامی، جناب آقای شمیرانی عزیز. چند تا نکته در مورد صحبتی که امشب کردین در مورد آقای جوامردی میخواستم بهتون بگم. اولا که پارسال بود از ایشون پرسیدم که شما واسه چی از فراخانه جناب شمیرانی که میده پشتیبانی نمی کنی؟ گفت که من کارم خبرنگاریه و من این کارا نمیتونم فراخوان پخش بکنم. دومین گزینه که میخواستم بهتون بگم، توی این مدتی که شما نبودید، شما همیشه یه صحبتی کردید، یه کلمه این میگید که یکی مرد جنگی به از 100,000. درسته که 500,000 نفر ظاهرن تو کانال ایشون هستن، ولی تو همین مدتی که شما نبودی ایشون بیش از 10 تا فراخوان داد. تمام کسانی که اینجا هستن و صدای منو میشنوند و کسانی که عضو کانال ایشون هستن میدونن که ایشون تو لایوایی که شبا میذاشت بیش از 10 تا فراخوان داد، ولی یک نفر نیومد تو خیابون. این نکته هایی بود که میخواستم بهتون بگم، با سپاس از شما جناب فرمانده عزیز. و در آخر اینا میخواستم بگم که تا حالا نشده من ببینم شما فراخوان دادی و غیر ممکن بوده که حتی اگه تو 2 تا شهر باشه شلوغ نشده باشه. هر وقت که شما فراخوان دادی این اتفاق افتاده، یعنی که شلوغ شده. درسته که کانال ما 70,000 تا ظاهرن عضو داره که بیش از این حرفا به قول شما میان میبینن و میرن. ولی میگم تا حالا نشده تو این همه 5-6 سالی که من شما رو دارم دنبال میکنم و با تون هستم، تا حالا نشده فراخوانی داده باشی را مثل فراخوان آقای جوامردی بوده باشه. اگه شما 70,000 تاست، اون 500,000 تاست، ولی هیچ وقت یک نفر بر آقای جوامردی با دستور آقای جوامردی نیامد کف خیابون. اما تا حالا یاد ندارم شما فراخوان داده باشی یا شلوغ نشده باشه. سلام و عرض ادب خدمت آقای شمرانی عزیز. من یه پیام داشتم واسه هموطنان، خواستم مردم بپرسم ببینن با ارزش‌ترین چیز زندگیشون چیه؟ آیا بچه‌هاشون نیستن؟ فرزندانشون نیستن؟ این بچه ها مالا خودمون، اصلا آینده ای نداریم، نه آب داریم،
نه برق داریم، نه خاک داریم، نه هوا داریم، نه زمین واسه کشاورزی داریم. ما الان خودمون هیچی نداریم. پس ببینی بچه های ما که برای ما با ارزش ترینه، اینا تا 2 سال دیگه حد اکثر این چیزایی که امروزن دارن دیگه نره. همه چی فروخته میشه، همه چی نابود میشه. پس اگه فرصتی باشه مردم باید واسه حتی شده واسه بچه هاشون از این فرصت طلایی روز انتخابات استفاده کنن، وگرنه این امنیتی که اصلا الان امنیت نداریم، همین یه ذره امنیتی هم مثلا این هم دیگه نداریم، یعنی هیچی نداریم ما. اینی که الان ما داریم هم دیگه تا 2 سال دیگه ایناش هم ما تو خواب هم نمیتونیم ببینیم. اگر این حکومت همینجوری باش و ادامه بده، ما قطع به یقین وارد جنگ خواهیم شد با این روی که داریم پیش میریم. مردم از گشنگی به جون هم میافتن. پس به فکر بچه هاتون هم باشید، به حاضر که آینده بچه ها اصلا همین چی مهمتره. ما که گذشت، این بچه ها هم دیگه آینده ای ندارن. اما مردم میخوام یه ذره فکر کنن، اونی هم که هنوز دودلن متوجه نیستن، متوجه بشن که بابا واسه خودمون که هیچی، حتی واسه بچه هامون یه کاری بکنی. ممنون از شما. در کمپینی که میگویند فراجناحی است، سوالی پرسیده شد که جناب شمیرانی یکی از فراخوان‌های موفق خود را برای ما ارسال کنید. شما و رسانه‌ها از یک سو صدا و تصویر شمیرانی و شمیرانی‌ها را سانسور می‌کنید و از یک سو به دنبال فراخوان‌های موفق هستید. شماها که سراغی از شمیرانی نمی‌گیرید، چگونه است که در روزهای حساس به دنبال فراخوان‌های موفق این مرد هستید؟ هدف شمیرانی این است تا مردم رو به خواسته هاشون برسونه، اما عده‌ای سعی دارند به نام مردم به خواسته هاشون برسند. پاینده ایران.